برنامه رو با یه ترانه جدید آغاز میکنه. سب کنم تو طلوع آفتاب رو دوست داری ببینی؟ بله دکتر. خب اگه میخوای آفتاب فردا رو ببینی جلو من آواز ماواز و ترانه مرانه ممنوع. اینو که با هم صحبت کرده اونای دکتر، من ترانه نمیخونم اما حاجی شاروخی امام جمعه خرم‌آباد رو خطن این پا اون پا میکنن که ترانهشون رو زودتر بخونن و برن. آی دکتر سک خور پس کن بیریم چیه. مقام از ماه غلط بسیار کرده و تر از همه را این بار کرده فشار مردم و وحشت ز شورش زده اعصاب او بیمار کرده داد بیداماد داد بیداماد. های اگه ضرب الاجل بیچارمون کرد نه دشمن بلکه خوب بود این کار کرده داد بیداماد داد بیداماد بیمارو بابا. کسی که خوندن تو دید فکر کرد کلاغ گشنه‌ای قارقار کرده. ناکس تو به مرگ میگیری که من به تب راضی بشم، این مشنگو بردشی آوردی که من به خوندن تو رضایت بدم. نه آی دکتر مشنگ ندیدین، یه مشنگی تو این برنامه بیارم که این شاروخی پیشش فیثاغورثه. امشب علاوه بر شما یه مهمون رو خط داریم به اسم خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ظریف. سوال اول، هر چیز به ضرب الاجل سوم اسفند نزدیکتر میشیم ضربان قلب من میره بالاتر. این که سوال با این ضرب الاجل به نظر شما شانس نظام تو لغو پروتکل الحاقی چقدر آی دکتر؟ شانس نظام تو لغو نگران نماشید من طاقتشو دارم آی دکتر. من من که به خاطر تو نیست که طاقتشو داری یا نه. من موندم چی بگیم که نه سیخ بسوزه نه کباب نه اون گوجه های وسطش که خیلی هم خوشمزه است. بذار اولی مشنگه جواب بده که آخر خودم یه جوری راستوریسش کنم. آنچه که من به شما میتونم عرض کنم چند نکته است. فتوای مقام معظم رهبری در حرمت سلاح کشتار جمعی و سلاح هسته‌ای درست نیست و فرمایش ایشون احتمالاً اطلاع دقیقی ندارن از موضوعات. خوب نیستش که حرفی زده بشه که درست نیست. قطعاً پروتکل الحاقی قطعاً متوقف خواهد شد. ناکس بعد این همه منومن تو که دوباره زدی خراب کردی که وقتی زیر پات شله نباید جست و فیگور اضافی بگیری. برای ما بوی همیشه بیفه بودم بزن با دار عرض میکردم بله بیفه بودم مشنگه با باباش دعوا شد گفت توی خونه یا جای منه یا جای تو. همه گفتن خب جای اونه دیگه. هیچی مشنگه رو گرفتن انداختن بیرون. روشن شد یا همچین با کفگرگی بزنم که شکمت رو زمین خط تورنود بندازه. باری کلا به این گام استراتیجیکی که ورداشتی فهمیدی خطیب زده جست و پوز بسیجی گوزنشو قبلا مجلس گرفته لازم نکرده تو بگیری. الان تو رو آوردیم غلط کردمشو به خارجی ها بگی رو به خارجه. هرچی رو نفهمی اینو باید فهمیده باشی که نظام ما تو سیاست خارجی زیر نظر مقام عظما هیچ وقت از هیچ قدرتی معذرت خواهی نمی کنه. همیشه میگه غلط کردم با هفت جد و آبادم. معذرت خواهی چیه؟ ایران's position has remained unchanged. Iran's nuclear activities has been always peaceful and will remain peaceful. ناکس گوش کن ببین آقای دکتر چی بهت گفته؟ گفت رو به خارجه صحبت کنی نه خارجی که حرف بزنی. این تو اندازه دوزارم بلند نیست خارجی که صحبت کنی. مشنگ بازی در نهر که بتونم دوباره بیارم تو برنامه بعد وقت فلک زده. آی تو خب سب کن این من بهش گفتم که رو به خارج غلط کردن بگه یه شانس دیگه بهش بده. توجه شما رو به این نکته مهم جلب میکنم که همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت. قطعا جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای همه موارد رو از قبل به اطلاع آژانس خواهد رسوند همون که تا الان همین کار رو کرده و نهایت هم همه توجه بکنن که تمامی این اقدامات ایران برگشت پذیر هستن به سادگی هم برگشت پذیر هستن. خطیب زاده نظام دلشو به برجام 2015 خوش کرده بود ولی الان صحبت از شرط و شروط و دخالت تو منطقه و موشکی و یه حرف هست چقدر برامو میصرفه؟ ناکس
تو هنوز نمیدونی چه سوالی رو از کی باید بکنی. این یارو رئیسش اون ریش بزی است که عین چی تو گل گیر کرده، بعد تو بخوای سوالای اینجوری این جواب بده. بذار بشینه کنار دست یاد بگیره. گفتی با این شرط و شروطی که واسه نظام گذاشتن میصرفه یا نه؟ من اون بابوی همیشه میفهمودم از با هادور عرض میکردم بله میفهمودم پسر خلاف بود، بابای مریضش رو برد دکتر، دکتر گفتش که نباید هیچ استرسی به این وارد بشه، باید خوب غذا بخوره، باید هر چی میخواد براش فراهم بشه، همه حرفاشو گوش بدین، یک سال تموم هیچ بحث و دعوایی نباید داشته باشه. بعد که داشتم برمیگشتن خونه بابای پرسید دکتر چی گفت؟ پسر گفت هیچی، گفت هیچ شانسی نداری که بخوای زنده بمونی. تازه هر چقدرم که بگیم چشم و حرفا رو اجرا بکنیم بیشتر میفهمیم که این دستمون خالیه. آره. شرط و شروط بدتر میشه. آره. چیزی گیر نظام نمیاد آقای دکتر. آره آفرین که زدی به خود خال. من اون مبوی همیشه میفهمودم بزن با هادو عرض میکردم بله میفهمودم که یارو به رئیسش گفتش که ماشین جدیدتون مبارک. رئیس گفت اگه پشت کار داشته باشی، اگه حرفای منو گوش کنی، اگه با برنامه عمل کنی، اگه همیشه تلاش بکنی، ایشالله سال دیگه مدل بالاترش باز خودم میخرم. آی دکتر سال بعدی در مورد سفر فاجعه بار رئیس مجلس به روسیه. رئیس مجلس نگو، مخصوصا تو کشورهای دیگه عوضی میگیرن، فکر میکنن که رئیس پارلمانی چیزی داری میگی. این چیزا که به این بدبخت نمیاد که، بگو پاسدار چوبدار میفهمن قاری بافه. من اون مبوی همیشه میفهمودم بزن با هادون عرض میکردم بله میفهمودن که یارو به عیالش میگفت منزل. یه روز خانومه رفته بود پیش زن همسایه، یارو که رفت دنبالش به پسر خونه که در باز کرد گفت منزل ما اینجاست. پسر گفت نخیر، منزل شما که تحتهای کوچه است. هیچی دیگه، یارو تا شب داشت در خونه ها رو میزد، هر کم یه آدرسی بهش میداد. سفر قالیباف چی شد آقای دکتر؟ هیچی دیگه، هم خودش ضایع شد، با دست درازتر از پا برگشت، هم پیام مقام عظما رو آخرش تحویل نتونست بده، انداختنش همونجا تو سطل آشغال مجلس روسیه. پیام مقام معظم رهبری به جایی که باید میرفته رفته. این واقعا جای شرم بسیار بسیار زیادی برای مقام معظم رهبری داره. باید آقای دکتر پشت دستمون رو داغ کنیم دیگه، از این کارا نکنیم. این اولین نامه ما نبوده و آخرین نامه ما هم انشاءالله آخرین نامه ما باشه. آقای دکتر این مشنگ هیچی نفهم حاصل آموزش استراتژیک شما از آبروی نظام که سرش رو میرم. تو رفتی مهمون دوزاری آوردی، یه خواننده دوزاری هم قبلش آوردی، بعد طلبکاریشو از من بکنی. آخه این وضعیت بدبخت به جایی حرفا سوال رو من بکن، شکار من بیاد بکنم. این تو تربیتش کردی یا آوازم یکی مشنگه رو.